امسال هم 13 به در مانند دیگر آداب و رسوم ایرانی دستخوش آری و نهای حکومتی شده. به روال هر سال نوروز شادی و آداب مربوط به آن برای حکومت ناخوشایند است. اخبار زد و نقیز است. رسانه ها و نهادهای حکومتی در ایران دستورالعمل‌های متفاوتی را درباره تعطیلی پارک‌ها و تفرجگاه‌های سراسر کشور در روز 13 فروردین منتشر کردند. از یک سو خبرگزاری‌های حکومتی خبر تعطیلی پارک‌ها را حذف نکردند، از سوی دیگر وزیر کشور انتشار این خبرها را به دشمن نسبت می‌دهد. خب بوستانا رو تعطیل کردن، فضای عمومی رو تعطیل کردن، دیگه باغا و ویلاهای شخصی رو که دیگه جمع نکردن ما نتونیم دور هم جمع شیم. 13 بدر رسمی ماندگار از ایران باستان در آخرین روز نوروز که در آن ایرانیان روز را در خارج از خانه و در کنار سبزه و دار و درخت به شادی می‌گذرانند، آرزوی باران و برکت می‌کنند و بهروزی. امیدوارند که بدی و تلخی را تا آخرین روز سال تجربه نکنند. چه محدود باشه چه نامحدود، تصمیممون اینه روز طبیعت و 13 بدر رو بریم بیرون. 13 فروردین امسال با سالگرد قتل امام اول شیعیان همزمان شده، در حالی که این دو رسم هر کدام جای خود را دارند. اتفاقا 13 بدر در روز و مراسم سوگواری برای امام اول شیعیان در شب برگزار می شود. ما طبق روال هر سال 13 بدر رو انجام می دیم. هر کسی هم که اعتقاد به هر کسی داره خودش می دونه. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز شنبه 11 فروردین به نقل از وزارت کشور و همچنین نهادهای دولتی در چندین استان گزارش داد با توجه به سال روز قتل امام اول شیعیان و حرمت ماه رمضان قرار شده همه پارک ها، بوستان ها و تفرجگاه ها مانند سالهای قبل بسته باشند و یک ساعت مانده به اذان مغرب بازگشایی شوند. پس از چند ساعت رسانه های حکومتی به نقل از معاون امنیتی وزارت کشور اطلاعیه مربوط به تعطیلی پارک ها و بوستان ها در روز طبیعت را تکذیب کردند. در این تکذیب و تاییدها هنوز روشن نیست که آیا وزارت کشور در این زمینه چه تصمیمی گرفته و یا اصلا روشن نیست که آیا قصد دارد به صورت علنی مسئولیت تصمیم پیشتر ابلاغ شده خود را به استانها بر عهده بگیرد یا خیر. امسال هم در حالی که تعطیلات نوروز رو به پایان است، درگیری فیزیکی شهروندان با آمران به معروف خبرساز شده. آنچه روشن است این است که این بار نخست نیست. پارسال هم جمهوری اسلامی به بهانه ماه رمضان و جلوگیری از روزخاری ممنوعیت هایی را برای ورود شهروندان به پارک ها وضع کرده بود. هر سال به بهانه ای روزهای شاد نوروزی برای ایرانیان تلخ می شود. پلمپ گسترده واحدهای صنفی، جریمه مردم به بهانه روزخاری و یا فشار برای رعایت حجاب اجباری مد نظر حکومت. برای حکومت هیچ فرقی نمی کند، حتی به زور شهروندان غیر مسلمانی که دینشان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده را به زور مجبور به رعایت مذهب حکومتی می کند. آزادی های مدنی سال هاست که در ایران به خاطر سپرده شده، اما این سردرگمی که شاید عمدی باشد از سوی حکومت توطئه دشمن خوانده می شود. سانازه قاضی‌زاده، ایران اینترنشنال. مرسی.